حمله موشکی به منطقه سبز بغداد. دونالد ترامپ: اگر رژیم ایران می‌خواهد بجنگد، این پایان رسمی رژیم ایران خواهد بود. فراخوان امارات متحده عربی به اتحاد عرب در شرایط حساس بعد از حمله به نفتکش‌ها. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع نظامی عراق گزارش داد یک موشک به منطقه سبز بغداد شلیک شده اما تلفاتی نداشته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز گزارش داد یک سخنگوی ارتش عراق گفت یک موشک یک شنبه شب به منطقه به شدت حفاظت شده سبز بغداد اصابت کرد. این موشک در فاصله کمتر از یک مایلی سفارت آمریکا فرود آمد. خبرگزاری آسوشیتد پرس افزود موشک از منطقه شرق بغداد که شبه نظامیان حامی رژیم ایران در آن مستقرند شلیک شده است. خبرگزاری سپاه پاسداران نیز گزارش داد تعدادی خمپاره یا موشک کاتیوشا به نزدیکی سفارت آمریکا در منطقه سبز اصابت کرده است. روزنامه ساندی اکسپرس در این باره نوشت حمله موشکی به منطقه سبز دو روز بعد از آن صورت می‌گیرد که گروه‌های شبه نظامی طرفدار رژیم ایران با صدور اطلاعیه مشترکی گفته بودند منافع خارجی در عراق را مورد حمله قرار می‌دهند. یک خبرنگار روزنامه واشنگتن پست گفت این اولین حمله از این نوع بعد از سال 2015 است. دونالد ترامپ در توییتر خود درباره حمله موشکی به منطقه سبز گفت اگر رژیم ایران می‌خواهد بجنگد، این پایان رسمی رژیم ایران خواهد بود. هیچ وقت آمریکا را دوباره تهدید نکن. وزارت خارجه امارات متحده عربی با انتشار بیانیه‌ای گفت افزایش تنش با رژیم ایران بر اثر حمله هفته گذشته به نفتکش‌ها در آب‌های امارات متحده عربی شرایط حساسی را در منطقه به وجود آورده که اتخاذ یک موضع واحد توسط کشورهای عربی را ضروری ساخته است. وزارت خارجه امارات از دعوت ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی برای برگزاری نشست اضطراری سران کشورهای عربی در هفته آینده در مکه برای بررسی نقش رژیم ایران در بحران کنونی منطقه استقبال کرده است. آخوند روحانی طی سخنانی در جمع عوامل رژیم به بحران‌های گریبانگیر نظام و تنفر مردم اعتراف کرد و گفت ما روزهای سختی داریم، بیش از آنچه شما فکر می‌کنید. روزهای ما سخت است. بله، ما امروز در فشار هستیم، در سختی اقتصادی هستیم، در سختی مشکلات هستیم. اون سرمایه‌ای که می‌توانست ما را از مشکلات برهاند سرمایه اجتماعی بود و اون چه که ما امروز کم داریم این سرمایه است. روحانی به روحی باختگی و بریدگی کارگزاران حکومتی اشاره کرد و افزود مشکلاتی ما داریم گاهی اضافه میشه، گاهی کم میشه، گاهی قدر رو خمیده میکنه، دو مرتبه باید برگردونیم این قدر رو و به شکلی که بتونیم ما کشور رو اداره بکنیم. در جلسه یه روز یکشنبه مجلس ارتجاع، آخوند علیرضا سلیمی، یکی از اعضای باند خامنه‌ای، سیاست‌های آخوند روحانی را مورد حمله شدید قرار داد و گفت با اختیار کاری کردید مردم در صف گوشت و مرغ و شکر ساعت‌ها بمانند. با اختیار تورم بی‌نظیر تاریخی را بر مردم تحمیل کردید. با اختیار رکود را بر صنعت کشور حاکم کردید. با اختیار خانه‌دار شدن را برای مردم تبدیل به یک آرزو کردید. با اختیار هر روز قیمت یک جنس را به عرش رساندید. محسن هاشمی، رئیس شورای قلابی شهر تهران، نگرانی خود را از خشم مردم علیه رژیم نشان داد و گفت نارضایتی مردم در شرایط فعلی بزرگترین تهدید برای نظام و خطرناکتر و مهمتر از تهدیدات خارجی است.